سلام و درود به بینندگان گرانقدر و سخنسنج تلویزیون کانال یک. با درود به جناب آقای جلدی، امیدوارم که خوب باشید و در خدمتتون هستیم. آقای جلدی بفرمایید. درود میفرستم بر شما و تمامی دوستداران برنامه کنکاش جمعه. آقای رئیسی، امیدوارم که همه بینندگان عزیز هفته خوبی رو گذرونده باشن و من و آقای رئیسی آرزو میکنیم که حال همگیتون خوب بوده باشه. کنکاش جمعه با اجرای من بهمن جلدی از ونکوور و آقای حشمت رئیسی از برلین، با نگاهی دقیق و روشنگرایانه به مسائل مهم ایران از دید دو نسل و با دیدگاه های سیاسی متفاوت ولی ایرانگرایانه، هر جمعه شب ساعت 8:30 شب به وقت تهران از شبکه تلویزیونی کانال یک برای شما عزیزان پخش میشه که میتونید این برنامه رو بر روی اون اپلیکیشن شبکه کانال یک هم دنبال بکنید و بازپخشش رو بر روی کانال یوتیوب شبکه کانال یک آقای رئیسی و من ببینید. خیلی خوشحالم باز امروز در کنار شما هستم آقای رئیسی. متشکرم عزیزم و سپاسگزارم. در صورت جناب آقای جلدی، توی این هفته و هفته گذشته که دو سه هفته اخیر یک ترافیک سنگین سیاسی رو ما تجربه کردیم. خلاصه تمام مسیران به کاخ سفید وصل می شد، اتوبان چهار بانده و به اون طرف داشتم می رفتم، اما با ماشین های آخر سیستم و تنش بسیار زیادی رو وجود آورد. با همه تیپ آدم هم توش بود. حالا امروز سعی کنیم بشکافیم. این صف بندی های مقدار زیادی آشکار شد، موزیگیری ها در مقابل هم روشن شد و یادداشتی رو میخوندم که با شروع اعتراضات گسترده مردم کشورمان علیه وضعیت نابسامان موجود در ایران و همینطور علیه سران رژیم حاکم، برخی از گروه ها و چهره های شناخته شده کوشش کردن، الان توضیح نداد، به خوشنامی شناخته شدن یا به بدنامی که بمانه، تا بسرا پشت تا کردن تا پشت کرده به ملت ایران و منصرف از کسب اعتماد نمایندگی آن از آنها از طریق تماس با مقامات آمریکایی و جلب حمایت آنها خودشان را به عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی معرفی کنند، بشناسند و از طرف آمریکا به ریاست ایران برسند. گروه های چون سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری خانم مریم رجوی، گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران به رهبری آقایان شهریار آیی، جواد خادم، محسن سازگارا، رامین پرهام و با کمک آقایان علیرضا نوریزاده، شاهرخ میراسکندری و گروهی به نام کنگره ملی ایرانیان به رهبری آقای فخرآور، عباس فخرآور، احزاب سیاسی قومیتی، حزب دموکرات ایران به رهبری آقای هجری و حزب کومله کردستان ایران به رهبری آقای عبدالله معتدی و بالاخره کنگره ملیت‌های فدرال گل سرسبدشونه دیگه به رهبری آقایان کریم عبدیان و ضیاء صدر اشرافی و تری چند از افراد مستقل دیگر. خب پرسش این است که آیا این گونه کوشش ها در غیاب اراده مردم ایران ثمر بخش خواهد بود و ملت ایران نشستن تا آمریکا حکومت آیندهشان را تعیین کند؟ اگر چنین نیست، آنگاه آیا کوشش این افراد جز کمک کردن به آمریکا برای ترساندن حکومت فعلی و حکومت فعلی کنار آمدن دو حکومت در انتهای کار دلیل دیگه هم میتواند داشته باشه؟ آیا این افراد و گروه ها پذیرفتن
که مهره‌های قابل مصرف در روند رام کردن حکومت و حتی و حکومت وحشی اسلامی باشن. اینا پرسش هایی است که ملت ایران باید پاسخش را به با انتخابش فراهم کنه. و جالب تر از همه این یادداشت آقای حسن اعتمادی است. البته پرسش‌هاش تمام معقوله. جالبش برای من این است که برای اولین بار 100 بار ما به این دوستان گفتیم که مرزبندی قاطع داشته باشید با جنایات قومگرا، ولی متاسفانه خیلی اینها با هم بیاورو داشتن، تصاویر با هم داشتن. و حالا خوشحالم از این که حداقل به این موضوع قاطع رسیدن و امیدوارم روی این موضوع بمونن. فردا به خاطر مصلحت سیاسی دوباره بر نگردن با همین افرادی که نام بردن. و تصاویرشون هم توی یادداشتی که نوشته بود به اصطلاح بیان کرد که باعث یک سری جدل‌های تند شد. آقای مثلا سیروس ملکوتی یک بار این بر رفت، یک بار اون رفت، بر رفت که آقای نوری‌علی رو وادار کرد به یک ارائه یک یادداشت در دفاع از آقای حسن اعتمادی که با این افراد یکی به دو نکن، بلشون کن. خب با توجه به این سوالای درست که مطرح شد، اولین سوال خود من این است که واقعا حکومت آمریکا اینقدر به ابتذال کشیده کارش؟ یعنی یک نوع ابتذال هست. کنفرانس با پاریس یه سیرک بود، یه سیرک بود که واقعا اونجا برای انداخت. و 33 شخصیت آمریکایی، حالا اگر هم در مقام امروزی نیستن، که آقای جولیانی که حجت الاسلام جولیانی در حقیقت، ایشون به اصطلاح هنوزم وکیل آقای ترامپ هست و مقامات سابق و اسبق و همینا رو هم ریختن، در صورت یه کارنوال رو انداختن، همه سیرک و کارنوال رو توی واشنگتن رو انداختن. و بعد یه کارنوال کوچکتر، جمع جورتر پشت پرده اجرا شد که میخواستم توی موزه موارد نظرتونو بدونم. و بعد احساس میکنم که این طیف طرفداران آقای شاهزاده واقعا دچار سردرگمی هن انگار، یعنی هم در سیرک واشنگتن شرکت کردن، رفتن و اونجا شاهد صحنه های ناجور شدن، گویا این دوستان اصلا حرف متوجه نمیشن، با سیلی روزگار بیاد به اینا بزنن تا یکم به خودشون بیان. اونجا آقای کریم عبدیان یه سیلی محکم به اینا زد، خوشبختانه، تا حداقل شاید اینا سر چیز خودشون بیان یا سر موازی خودشون، به یا به حمایت از فخرآور به اصطلاح تومار جمع کردن، امضا کردن. این شرم‌آور نیست طرفدارای آقای رضا پهلوی، گرچه اون آقای رضا پهلوی موضع روشنی خوشبختانه دفعه گرفت. یه پرانتز باز بکنم اگه اجازه بدید. من بله بفرمایید. اولا در مورد اون پاریس که شما میفرمایید من صحبت نمیکنم، چون به قدر شما در این مورد صحبت کردید و سایرین هم صحبت کردن در مورد این سیرک که دیگه بیشتر از این نیازی به صحبت کردن نیست. یه تعدادی آدم بیکاره درجه 3 و 4 هم در اونجا بودن، نه فقط امریکایی، کاناداییش هم بودن، آدمایی که حتی همسایه در خیابونشون هم دیگه جواب سلامشون رو نمیده. اینا رو خب هر کس بهش که پول مفتی بدن بیارنش پاریس بلند میشه میره، این مسئله ای نیست. اما مسئله ای که مهمه اینجا من عرض بکنم، این الان شما یه اس هوردید فخرآور و بعد پادشاهی. اولا من به شما به صادقی و رو راستی عرض بکنم، کارشناسان امریکایی که من خودم شخصا باهاشون صحبت میکنم، این آقا رو به اسم خالیبن صدا میکنه. یعنی این دوستان امریکایی من چند تا کلمه فارسی بلده، یکی از کلمات فارسی که بلدن خالیبنده. وقتی در مورد این آقا میخواد صحبت بکنه میگه خالیبند. ما مجبور شدیم که هر وقت میخوایم اینا رو بگیم در مورد کی داریم صحبت میکنیم، میگه ما عباس خالیبند. این آقا به اسم عباس خالیبند
بین خود کارشناسان امریکایی مطرحه، چون اینا این حرف میزنه بعد میان با بقیه دبل چک میکنن، سوال میکنن، این چیزی که این عباس خالیمن میگه درسته، ما میگیم نه خالی بسته و خب وضعیتش مشخصه. ولی یه تعدادی از افراد در داخل طبقات پایین سیاستگذاری امریکا به یا مش آدمای خالی بند و دروغگو احتیاج دارن برای اینکه اون منافع سیاسی خودشونو در داخل امریکا تامین بکنن و همچنین یه سری افرادی رو داشته باشن که بله قربانگو باشن، چون این آدمایی مثل این عباس خالیبند و روح الله زم و علی جوانمردی و اینا که نمیرن بشینن مذاکره بکنن، که اینا در سطح مذاکره کردن نیستن، که اینا میرن بشینن دستور بگیرن. ولی بنده و شما که با کسی دستور نمیگیریم، که ما مذاکره میکنیم، مذاکره هم بر اساس منافع ملی ایران و ایرانگراییه. ببینید بعد از اون کنفرانس مفتزه واشنگتن که به اسم ائتلاف اپوزیسیون اومدن و کمتر کسی به این اشاره کرد که این اسم کنفرانس ائتلاف اپوزیسیون نیست، این ائتلاف اپوزیسیون اسم یه شرکتیه که این آقای به هر صورت دیسکودار که مثل لاتای اوباش میارن اونجا در تلویزیون صحبت میکنه و یه چیزی که لایق خودشو خواهر و خانواده و مادر خودش میاره به ایران گریان میگه، با آقای نوریزاده و اینها در اونجا انجام دادن با یه سری افراد واقعا انقدر سن بالا در واشنگتن که من نمیدونم اینا نمایندگی خانه بچه های خودشون هم دارن یا نه، میان اونجا در مورد ایران صحبت میکنه. این در جلوی دوربین ها بود و همه دیده. 11 روز بعد از این جریان این جلسه دیگری برگزار شد پشت درهای بسته. این بود دری بسته کجا بود؟ یه اتاقی رو در یکی از این ساختمان‌های مجلس امریکا، مجلس سنای امریکا، مجلس نمایندگان، نه کنگره، مجلس نمایندگان، در اونجا یه اتاقی رو گرفتن 3-4 نفر از این نماینده‌های مجلس نمایندگان. من اینو باز تکرار می‌کنم، در امریکا دو تا مجلس وجود داره، کنگره بالاترینه، این پایینیه مجلس نمایندگانه که واقعا لحاظ سیاسی هیچ گونه اهمیتی نداره. ولی به هر صورت 3-4 نفر از اینا اونجا بودن، اسم آوردنش هم اصلا مهم نیست، من 3-4 تا اسم انگلیسی بگم توفیق به حال کسی نداره. مثلا آقای دینا باکر نماینده کالیفرنیا، این تنها کسی بود که مثلا یه مقدار ممکن بود مطرح باشه، این جمهوری خواه، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگانه، عضو کمیته حقوق بشر هم هست. این آقای عباس خالیمن از این طریق تونست با این آقا صحبت بکنه، چون یکی از این دخترانی که منشیه، یکی باز دیگه از همین نمایندگان مجلس نمایندگانه، در اونجا دوست همسر ایشونه و از طریق اون خانم که چندین بارم بهش تذکر داده شده توسط افراد مختلف که خانم جان این کارهای زشت رو انجام نده، اگر لازم باشه بعد وقت اسم و مشخصات و همه چیزت هم میاریم در روی تلویزیون میگیم که بعد وقت شما متوجه باشید که تهدید تو خالی وجود نداره، ما اصلا تهدید نمیکنیم، هشدار میدیم. آوردن در اونجا با 3-4 تا نماینده در به داغون دیگه در اونجا صحبت کرد. ولی چیزی که مهمه اینه، آقای عباس خالیبند با یک سازمانی که 3 نفر آدم بیشتر درش وجود نداره و با جعل اسم و عکس افرادی که بدون اجازه اونها اومده عکس و اسم اینها رو در یه وبسایتی گذاشته به اسم کنگره ملی ایرانیان، من نمیدونم اینا با چه جرأتی میان اسم ایران و ملیت رو بعد میذارن روی این سازمانای جعلی و پوشالی خودشون، با همکاری اون وقت کنگره ملیت های ایران، یعنی همین کنگره ملیت های فدرال، این آقایون تجزیه طلب یک جلسه اونجا تشکیل میدن پشت درهای بسته. من منتظر این بودم که ببینم متن صحبت های اونجا چی بود، که بالاخره متن صحبت های اونجا به دست من رسید از طریق تینک تنک هایی که در واشنگتن هست و ما ارتباطات کاری با هم دیگه داریم. جالبه شما بدونید بحث در داخل این جلسه کوتاهی که این آقای عباس خالیبند سخنگوی کنگره ملی ایرانیان و سخنگوی کمیسیون روابط خارجی همین کنگره ملیت‌های فدرال، آقای این آقای خیلی معروفی که کریم عبدیان هست و از طرف حزب اتحاد دموکراتیک اهواز هم میاد صحبت میکنه، چی بوده؟ در اونجا اینها صحبتشون این بوده بحث پشتیبانی از جنبش مردمی در ایران و هدایت آن به دموکراسی. حالا من اینو ترجمه میکنم برای شما دوستان عزیز که دارید نگاه میکنید، پشتیبانی از جنبش مردم ایران یعنی چگونه بریم این جنبش مردم ایران رو بدوستیم
و بعد سوارش بشیم بپریم پشت مردم. هدایت عام به دموکراسی یعنی اینکه اون وقت چجوری ما افسار بزنیم به این بچه‌ای که اومدن تو خیابون از جون و دل خودشون گذاشتن، ما از اینا سوء استفاده بکنیم، چگونه افسار به اینا بزنیم، اینا رو ببریم به اون سمتی که ما می‌خوایم بریم. حالا اسمش هم می‌ذاریم دموکراسی. خیلی جالبه عباس خالیمت دموکراسی صحبت می‌کنه، رولای زم بچه آخوند که رفسنجانی رو امیر کبیر صدا می‌کنه و همون موقع من جوابش رو دادم و بلافاصله از دفتر نشر اون آقای رفسنجانی در تهران روی ویدیوی یوتیوب ما به صورت غیر قانونی کپی رایت گذاشته شد و همه اینا موجود هست و هر زمان لازم باشه میاریم ارائه میکنیم. این آقا هم در اونجا رفته نشسته. اون آقای خیلی معذرت میخوام که میگه من کارمند این خبرگزاری هستم، تو اگه کارمند دولت هستی چگونه تو به عنوان نماینده فعال کرد میری تنهایی در اونجا میشه؟ مگه این همچین چیزی امکان داره؟ مگه میتونی تو کارمند دولت باشی و داری فعالیت سیاسی بکنی؟ و اینا رو بله شما به یه جوونی که در ایران هم نمیدونن میگی، با توجه نمیشن شما چی داری میگی، به یه نفر آدمی که در امریکا داره کار میکنی همچین حرفی بزنی، میدونه تو داری دروغ میگی؟ تو کدوم طرفی هستی آیه جوانمردی؟ اینا میان در اونجا و یه همچین صحبتایی رو میکنن. حالا ببینید کیا اونجا بودن. محمد حسن حسین بور، حسین بور معروف که رفت در با پول عربستان رفت در اونجا حج بره، رئیس شورای بلوچ در امریکا. حالا کی این رئیس شورای بلوچ کرده؟ خود العالمه. کریم عبدیان، همین آقای نماینده تجزیه طلب عرب، نماینده حزب اتحاد دموکراتیک اهواز، رئیس کمیسیون بین الملل شورای دموکراسی خواهان. ببینید تمام تجزیه طلبان هم میگن ما دموکراسی خواهیم، عباس خالیبند هم میگه من دموکراسی خواهم، بچه آخون رو لازم هم که میاد در مورد قدرت اجنه و دعوای جن، نمیدونم خامنه ای قوی تر از جن روحانیه و جن این از جن اون، این هم اومده دموکراسی خواست شده. کامران بلنور نماینده حزب دموکرات کردستان، بابک چلبیانلی سخنگوی حرکت مقاومت ملی آذربایجان جلد خالق، این از این از اون سازمانه قدر قدرت های رئیسی ها. اینو خیلی باید ازش فاهم بترسید. آقای چلبیانلی سخنگوی حرکت مقاومت ملی آذربایجان، بسیار خوب. و بعد خباس ابراهیم پور مسئول کمیته حزب دموکرات کردستان، اینا اومدن اونجا نشستن صحبت کردن. از اون طرف کیا اونجا بودن؟ اینا که مال این کنگره ملل فدرال ایران، ملیت های فدرال ایران. از اون طرف عباس خالیبند سخنگوی کنگره ملی ایرانیان، علی جواننردی به عنوان فعال کرد جلال خاله، روح الله زم بچه آخوند فعال فارس، از طرف ملت فارس بود. آره بله بله، بچه آخوند روح الله زم متخصص جن و جنگیری و قدرت اجنه فعال فارس. و این آخریش خیلی جالبه، این آخریش خیلی جالبه، هنگامه شهیدی دخترک خبرنگاری که توی دار دسته اصلاح طلبو بود، عضو رسمی حزب اتحاد اصلاح طلبو در ایران بود، توی اون دار دست جریان 88 که یه سری از اینا رو این دار دسته رفسنجانی فرستادن اومدن همشون امریکا و همه هم در اونجا بلافاصله اقامت گرفتن، این دخترک هم در اونجا هست. هنگامه شهیدی، هنگامه شهیدی با چه عنوانی اومده در اونجا نشسته؟ هنگامه شهیدی به عنوان نماینده کروبی جلال خالق. کروبی خودش کیه که نمایندهش باشه که تو حالا نمایندهش شدی؟ خانم هنگامه شهیدی برو خجالت بکش. هنگامه شهیدی نماینده کروبی و اصلاح طلبان در امریکا، یعنی در مجموع اینا دارن چی میگن؟ اینا دارن میگن ما اومدیم اینجا نشستیم، یه مش تجزیه طلب، یه مش آدم خالیبند، عباس خالیبند و روح الله زم خالیبند و علی جوانمردی خالیبند، یه نفرم نماینده دار دسته رفسنجانی که میخوام بگن شهید شد یا شهید نشد یا امیر کبیر بود یا امیر صغیر بود، هر چی بود، اینا ما میخوایم بریم جنبش مردم ایران رو بدوزیم، بپریم پشت جوانای مردم افسار بزنیم، اینا رو بعد بکشیم به اون سمت، بعدم بشیم که مدل شما چهار نری بدیم به دموکراسی. کامران بلنور در اینجا چی میگه؟ کامران بلنور در اینجا سه تا چهار تا کوت هست که خیلی مهمه اینا رو بدونید. کامران بلنور از طرف اون حزب دموکرات میگه که ملیت‌های ایران نیازمند خانشی نو از کشور هستن. خانشی نو از کشور، این ترجمه‌اش یعنی که آقا ما به عنوان ملیت‌های ایران می‌خوایم بیایم تعریف کشور رو عوض بکنیم و اصلا یه تعریف جدید برای کشور به وجود بیاریم. اینا اینقدر در علوم سیاسی اینا پیشرفت کردن، خودشون اصلا میخوان واژه‌ها رو تعریفش رو عوض بکنن. و بعد میگه که ما خواهان زندگی در ایران هستیم
اما ایران دموکراتیک و فدرال. شما یعنی چی میگه؟ یعنی اگر ما ایرانی خواهیم بود اگر به ما اجازه بدید که ما فدرال باشیم دموکراتیک باشیم. من نمیدونم این رابطه دموکراتیک بودن فدرال بودن هم چی هست. چرا هر کی میخواد دموکراتیک باشه این فدرال هم یهو میچسبونه؟ دموکراتیک بودن با فدرال بودن اصلا چه ارتباطی به هم داره؟ اونم مثلا آدمای معلوم الحالی مثل شما. اون آقای کریم، اون آقای کریم عبدیان هم میاد دقیقاً این صحبت میکنه که اینا متن صحبتش در اونجا به دست آورده، میگه به رو میکنه به این عباس خالیبند که با اون خانومش که کلاسای حقوق در یکی از دانشگاه‌های درجه 4 تگزاس ترس میده، برایش یه 4 تا متن نوشته، اون آورده به اسم قانون اساسی ارائه داده. بلافاصله این جوابش داده آیا عبدیان، برگشته بهش گفته که اگه قانون اساسی برای ایرانه باید اول اعتراف بکنی که ایران از نظر ملی و قومی و دینی یک کشور متنوع، و دوم اینکه این ملیت ها از نظر عددی در مقایسه با کل جمعیت اقلیت هستن، بنابراین ما جز اقلیت ها محسوب میشیم و از ما باید حمایت بشه. بعد این گروه های قومی و مذهبی در مجموع حداقل نصف جمعیت ایران رو تشکیل میدن و در نهایت 2/3 جمعیت ایران هست. یعنی خلاصه من نفهمیدم آیه عبدی، تکلیف خودت رو روشن بکن، خلاصه شما اقلیت یا اکثریت؟ بیچاره اون امریکایی که اونجا نشستم من نمیدم اونا متوجه شدن این عبدیان چی گفت؟ یه بار میگه ما اقلیتیم، بعد یه بار دیگه میگه نه ما مجموع جمع بشیم میشیم 2/3 جمعیت ایران و ما اکثریتیم. پس بیچاره فارسا در اقلیت هم دیگه. پس دیگه شما چه صحبت دموکراسی میکنین؟ از جون فارسا چی میخوای؟ و کدوم فارس؟ فارسی که با مازندرانی ازدواج کرده، با اصلا اسمانی ازدواج کرده، با کرد ازدواج کرده، با ترک ازدواج کرده، با بلوچ ازدواج کرده، بچهش در مدید، تو این بچه رو میخوای چیکار بکنی؟ اصلا اینو بمورش نصفش بدی به فارسا، نصفش بدی به کرده یا به بلوچی؟ حرف مفهوم نداره اصلا. و بعدم در انتها میگه که بله در قانون اساسی رژیم کنونی و رژیم پهلوی زبان فارسی تنها زبان رسمی بوده. نخه آقای بی سواد، من تو دکترات در کجا گرفتی؟ این قانون اساسی رژیم کنونی و رژیم پهلوی نیست. رژیم کنونی که جمهوری اسلامی ربطی به ما نداره، رژیم پهلوی هم قانون اساسی درست نکرده. قانون اساسی صدر مشروطیته. در قانون اساسی صدر مشروطیت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور شناخته شد. این حرفی که تو میزنی به همان اندازه خنده آور و مسکه که حرفی که خامنه ای زده. خامنه ای اومدن صحبتش نشستن برگشت گفته، من شنیدم که این خلبان ها بالای تهران که پرواز میکنن انگلیسی با هم حرف میزنن یا با برج مراقبت به انگلیسی صحبت میکنن. آقا این چه ارزشه؟ در ایران همتون باید فارسی صحبت بکنی. آقا مگه میشه خلبان داره پرواز میکنه فارسی صحبت بکنه؟ این زبان رسمی پرواز خلبان هستی به زبان انگلیسی باید مسلط بشه صحبت بکنی. آیه عبدیان این میگه که نخه اون بالا شما مثلا باید بری اونجا بلوچی صحبت بکنی یا کردی صحبت بکنی یا ترکی صحبت بکنی، بعد این هواپیما هم بزنن به هم و بزنن به برج مراقبت و اینو. یعنی اصلا یه حرفایی که واقعا مسخره است و مضحکه. یعنی شما پیش یه دو نفر آدم متخصص اینا رو بذاری، حرفای دیگه اینا رو که گوش بکنه تعجب می‌کنه این بابا چجوری خودش دکتر مهندس صدا می‌کنه. عرض کردم این دکتر مهندس بودن اینا شده مثل همون شمس دوله و نمی‌دونم وسوق دوله، اینا حالا همش شدن دکتر دوله و نمی‌دونم مهندس دوله و اینا. به هر صورت این وضعیت ایناست. و در انتها من یک کوتاه عرض بکنم، خیلی از دوستان نگران این سیرک مجاهده در پاریسن. من همینجا عرض می‌کنم خدمتتون، شما اگر نگاه بکنی به صورت کارشناسی به نیروهای اینا 2000 نفر نیرو براشون بیشتر تو آلبانی نموده، میانگین سن اینا هم بالای 60ه. یعنی همونجوری که یکی از دوستان در تلویزیون میگه، اینا به جای اینکه کوله سربازی پشتشون ببندن باید توالت همراه پشت سرشون ببندن، توالت پورتبل که اینا وسط رو گرفتار نشه. این نیروهای اینا چه نیروی اینا دارن؟ من تصورم اینه که تمام تلاش این مجاهدا اینه که بتونن پول و اموالشون رو حفظ بکنن. تنها راهی که اینا میتونن این پولایی که از صدام حسین گرفتن و بعدم آوردن سرمایه گذاری کردن، شرکت های مختلف در اونجا سرمایه هاشو گرفتن و درآمد میلیونی دارن، بتونن اینا حفظ بکنن، اینه که اینها حمایت سیاسی داشته باشن.
اگر حمایت سیاسی از پشت سر مجاهده برداشته بشه، بلافاصله پلیس فرانسه میره تمام پولا رو از زیر تخت خواب خانم مریم لاچک برمی‌داره میبره، همون کاری که در سال 2003 یا 5 انجام داد، رفتن از زیر تشک این خانم، از زیر وان حمومش 6 7 میلیون دلار پول درآوردن، چند تا خونه رفقای مریم لاچک میلیون ها دلار پول درآوردن، اینا پولاشون ضبط میشه اگر که حمایت سیاسی نداشته باشه. اینا همون جوری که شما میری بیمه میخری که ماشینت اگه صدمه خورد بتونن حمایت داشته باشن، اینا هم میان میرن از اینا پول بیمه میدن. یه آدم مفلوکی رو مثل جولیانی، من هر وقت این جولیانی رو میبینم، با یک این دوستان امریکاییمون که صحبت میکنم، یاد اون پنگوان فیلم بتمن میفتم. اون فیلم بتمن دیدید یه پنگوانی هست اون تو میاد در این جولیانی منو یاد فیلم اون بتمن میندازه و اون پنگوانه بدبخت اونجا، این جولیانی. ولی این برای چی میرن اینجا؟ حمایت سیاسی بگیرن. چرا حمایت سیاسی بگیرن؟ پولاشونو بخوان حفظ کنن. مریم لچک نگران مردم ایرانه؟ مریم لچک نگران همون بچه‌هایی که اونجا بردن به کشتن دادن نیست. اینا دنبال اینن که این پولا رو حفظ بکنن. بله، سپاسگزارم. اینقدر شفاف و دقیق و سریع و قاطع صحبت کنی آدم گوش میده، استفاده میبره. همونطور که میدونید آقای جلدی، اولین عملیات انتحاری تو جهان اسلام معاصر توسط مجاهدین شروع شد. و بعدتر از اون آتش زدن سازمان یافته انسان از اعضای خودشون در رابطه با همین پلیس فرانسه که اینا رو دستگیر کرد، که در اونجا علاوه بر پول کار غیر قانونی که کرده بودن، پول شویی میکردن. بله. لیست ترور بیش از 25 نفر از اعضای جدا خود شده خودشون رو هم توی اونجا به دست آوردن، یعنی داشتن، یعنی میدونستن که اینا، و حتی حمله به سفارتخونه ها و ترور دیپلمات های همین جمهوری اسلامی هم توی دستور کار خودشون داشتن، یعنی به معنای مطلق تروریست هستن. و آتش زدن در مقابل همچون فسادی شگفت انگیزه، یعنی ارزشی برای انسان ها خودشون قائل نیستن. تو پادگان اشرف هم، حالا اینا صحبت از تبعیض جنسیتی تو ایران میکنن که درسته. جمهوری اسلامی به اصطلاح خیلی در این زمینه کارنامه ننگینی داره، ولی کارنامه خود اینا در اشرف به مراتب ننگین تره. توی اون چیز پروسه یا پروژه تفکیک کردن جنسیتی در اشرف، حتی پمپ بنزین ها را جدا کرد، پمپ بنزین زنونه، پمپ بنزین مردونه، نمیفهم، راروی زنونه، راروی مردونه. بعدش به اصطلاح سفره ها همه جا مرد و زن هر کس به هم برخورد میکرد تصادفی، یکی باید نگاه آسمان میکرد، دیگری باید نگاه به زمین میکرد که چششون تو چرا هم چیل نشه، و همه به طور دست جمعی ازدواج برای آقای مسعود رجبی، همه صیغه عقد برای خود. حالا شمایی که زن رو بنا به اعترافات تکان دهنده تعداد قابل توجهی بین ابزار جنسیتی فرد رهبرتون تبدیل کردین، حالا ما برنامه 12 ماده‌ای میدید به برای به اصطلاح آزادی زنان در ایران، کی باید آدم باید دم خروس رو ببینه یا قسم حضرت عباس کدوم؟ یعنی با این کارنامه ننگینه، تروریستی، انتحاری، آتش سوزی، قتل، جنایت، همه ای کارا کش کرده، جاسوسی و خیانت به منافع ملی. حالا با توجه به اینها به اصطلاح شاهد هستیم که این قومگراها هم فعال شدن. خب از طرف دیگه من نمیدونم این سیاست دولت آمریکا مقداری این آشفت بازار رو کاملا به وجود آورده، یعنی یک سرهمبندی بسیار بسیار مبتذل از این داردسته سازمان داده تا
تا به عنوان اهرم فشار به جمهوری اسلامی و تهدید. در همین راستا ناآرام کردن اوضاع داخل ایران و براندازی هدف مشترک آمریکا و اسرائیل. به اصطلاح باراک راوید خبرنگار کانال 10 تلویزیون اسرائیل، این امر یکی از مصادیق تغییر سیاست ترامپ به جمهوری آمریکا در منطقه میدانه. از این کارگروه مشترک در طول چند ماه گذشته با دیگر دیدار کردند و درباره مسائل داخل ایران رایزنی کردند. خب حالا شما جای آقای آمریکا این سیاستی میخوای پیش ببری، نیرو میخوای برای اجرای کردن، کمانده آمریکا که نمیتونه بره الاهواز و الفلخص الباریس و الفرنجیه و الینا، همین مزدور است. ببین مثل چیز ورقه پاسوره، میدونی یه دست که بازی میشه دوباره بر میزنه، همون سرباز همون سربازه، بی بی همون پی پیه، فقط این دفعه یه جا به جایی شده. اینا مورها هم همین جوری هست دیگه، اینا بخوان مثلا فرض کن خوزستان رو نارام کنن، تو همین بحران شدید آب که 100% بیش ارزگی، سوء مدیریت، دزدی، هر چیزی صفتی شما بخواید به این حکومت بدید، من بلافاصله امضا میکنم در بدیش. ولی از طرف دیگه در همین اهواز اون داستانی که آقا آب به عراق میفروشن، به کویت میفروشن، اون دروغه. برای که دوران خاتمی اصلاح طلب این طرح با کویت پیش رفت، شدیدن در داخل مخالفت کردن با این طرح، اتفاقا همین اصولگرایان مخالفت کردن. خب که الان اینها چی، و بعد قیمت هم اینقدر بالا بود، به نفع کویت بود از اروپا هم آب بیاره برای مصرف روزانه، اقتصادی تر میشه. برای صورت کاری ندارم. اینا اومدن یک لوله آبی است که از سد کرخه میاد به طرف مناطق شهری استان خوزستان، اهواز و خرمشهر و آبادان، اینها خود قومگرایان مسلح رفتن اینو منفجر کردن و بعد فیلم برداری کردن، مردم هم آوردن شب توی صحنه. و با این توضیحات من اطلاع دقیق به من رسیده از خوزستان، ارتباطم با خوزستان بسیار فعاله به دلایل مختلف که زادگاه اونجاست. و میگن توی خرمشهر به شدت مسلح کردن جوانای بین 16 تا 22 ساله رو با کلاشنیکوف مسلح کردن و هر لحظه خطر انفجارم هست و آشوبم هست. اینها از نظر من مثلا اون تشکیلات الاهواز و اون آقای کریم عبدیان و آقای حسین برو در بلوچستان و اینها کارشون تربیت مزدور و آشوبگر برای منافع دولت‌های خارجی است. همونطور که در خود همین کنفرانس واشنگتنی که شما پرده‌هاش رو بالا کشیدید و تصویری از اونجا ارائه دادید، تمام سوال ها روی این است که آقای دموکرات چند تا پیشمرگه داری، آقای کومله چقدر پیشمرگه داری، یعنی چی؟ نمیان بگن که آقا کدام سازمان های مدنی کردستان با شما هستن، در کدام نهاد، در کدام چیز مدنی کردستان شما، تعداد پیشمرگه چقدر بالقوه است، چقدر بالفعل الان دارید، چقدر بالقوه است، چه زمینه های اینها را به بلفل تبدیل میکنه و چه مسائلی در خارج داخل، چقدر پول، اینا همش رفتن روی پول که اونام خالی بنده که شما میگی، اونام میدونن که نقطه ضعف آمریکا و اسرائیل چی است، در نیجه در توان رزمیشون و آشوبشون به شدت هم غلو میکنن که یک توانایی ارائه میدن که کاملا غیر عادی است. با توجه یه مطلبی رو من عرض بکنم آقای رئیسی، اینی که شما فرمودید کاملا درسته. دو تا سه تا چیز هست که من گذاشتم برای قسمت بعدی صحبت بکنم، همین هست. ببینید این نماینده کردستان، حالا اسامی مختلف هم رو خودشون گذاشتن، اول اینا اصلا وضعیت خودشون رو روشن بکنن. اگر شما دنبال ایران هستی و اون رو مطرح میکنید، میخواید در داخل ایران باشید، چرا میرید اول بهمن 1396 که میشه 21 ژانویه، یعنی 6 ماه پیش، در مرکز
در قرارگاه مرکزی حزب دموکرات کردستان مراسم ستایش از جمهوری کردستان میگیری، سرود ملی برای خودتون درست کردی. ای رقیب، آخه دوم خروس اینجا آدم نگاه بکنه یا اون حرفی که میزنی رو نگاه بکن. بعد اینا همونجور که شما گفتید صحبتشون در این همه چیز هم اینو میگن کنفرانس، این میزگرد گذار دموکراتیک، این اسمشو این عباس خالیبند و این کنگره ملل فدرال ایران گذاشته بودن گذار دموکراتیک پشت درهای بسته، دموکراسی پشت درهای بسته. صحبتشون این بوده، کردها صحبت کردن که ما اینقدر پیشمرگه داریم، اینقدر نیرو مسلح داریم، این شلوغی‌ها رو میتونیم براتون انجام بدیم. عباس خالیبند صحبت کرده که ما اینقدر فعالیت نمیدونم جوانان خارج از ایران داریم، این سازمان‌ها رو داریم، قانون اساسی داریم که ایران فدرالش بکنیم و این مسائل. اون آقای از همه بدتر روح الله زن آمده صحبت کرده که بله من ارتباطات با داخل سیستم‌های امنیتی و سپاه دارم، این نیروهای امنیتی سپاه و اطلاعاتی رو و طرفدار این تغییر رژیم رو هم با ما همکاری میکنن، اونم من براتون میتونم انجام بدم. وقتی شلوغ پلوغ شد اینا رو بهشون بلافاصله تماس میگیریم، میگیم بیاید بیرون. اون خانم هنگام شهیدی هم گفته که منم تمام این اصلاح طلبا و نیروهای اینا رو میارم اونجا بیرون. من اینه خانم هنگام شهیدی نماینده تاج زاده و نمیدونم اون کربوسچیان و ایناست، یا این هنگام شهیدی و از طرف ملت ایران، یا اصلا از طرف همه اصلاح طلبا. آخه این جوانایی که تو اونجا میگن ما اصلاح طلبی، وقتی اینا میرن با امریکا یه قرارداد میبندن که بیان بتون بریزن تو قلب راکتور اتمی، بعد میرن ما تحتشون رو تو خیابون میچرخونن. شماها نماینده هنگام شهیدی، شماها به هنگام شهیدی اجازه دادید بیاد اونجا بشینه پده تجزیه طلبا بگه ما ایران رو میخوایم فدرال بکنیم، یا عباس خالیبند قانون اساسی بیاره بشینه اونجا دست به گردن تجزیه طلبا بگه ما ایران فدرال میخوایم درست بکنیم. همه چیزایی که آقای رئیسی ما در طول این سه ماه برای دوستان گفتین همش درست در اومد. ما عنوان کردیم که این برنامه سوریه به جنگ بین مستقیم اسرائیل و ایران خواهد انجامید، همون گونه شد. صحبت کردیم این تجزیه طلبا برنامه دارن، همون گونه شد و همین الان هم داریم عرض میکنیم. اینها صحبت و برنامهشون تغییر رژیم نیست. امریکایی‌ها در سطوح پایین، نه سطوح بالا، در سطوح پایین برنامهشون اینه اینا رو تبدیل بکنن به چماق که وقتی که میان سر میز مذاکره بزنن تو سر آخونده ازشون امتیاز بگیرن. این هم که یه مش مزدورن، فقط دنبال اینن که پولو بگیرن، جون بچهای مردم که براشون اهمیت نداره. و یه عده دیگه هم این وسط فرصت طلب بوی کباب شنیدن نمیدونن خر دارن داغ میکنن، این کباب نیست که باد میزنن، دنبال این افتادن. عکس رضا شاه و عکس محمد رضا شاه فقید میزنن پشت سرشون، شاهزاده شاهزاده میکنن، به اسم شاهزاده میرن با تاکسی طلب میشینن، به اسم شاهزاده نمیدونن میرن این صحبت ها رو میکنن، یا میگن که اومده تو دفتر ما جلسه مخفیانه داشته. آخه مرد اگر واقعا اومده تو دفتر تو جلسه محرمانه داشته که پس تو چه کاری که پس الان اومده اینو میگی؟ اگه محرمانه بوده دروغ داری میگی دیگه، چون نیومد بهت برگه نداد مثل فرهان که تو اونجا از طرفش بخوای بخونی، حالا اومدی اینجا بهش میخوای ضربه بزنی. نیروهای واقعی طرفدار پادشاهی به هیچ عنوان درگیر با این تجزیه طلبان نیستن، درگیر با این کوتوله‌های سیاسی واشنگتن نیستن، به هیچ عنوان شاهزاده با هیچ کدوم اینا در ارتباط نیست، شاهزاده بنکل هیچ کدوم از این گروه‌ها رو حمایت نمی‌کنه. شاهزاده طرفدار مردم ایران و نیروهای پادشاهی، همون بچه‌هایی هستند که دارن تو خیابون‌های ایران فریاد می‌زنن رضا شاه روح شاد. اون رضا شاه روح شاد هم به عنوان این نیست که من نمیدونم نوه خاله دختری عمه بابام مثلا با رضا شاه ارتباط داشته. $100 بده برو از این کیتای ژنتیک بگیر، الان همه به همدیگه این کارو میکنن، یه $100 بده اگه نداری بیا ما بهت بدیم، برو یه کیت ژنتیک بگیر ببین اصلا تا ژنت به رضا شاه میخوره، اگه خورد ما همه زبون اونو میبندیم، اگر نخورد تا دیگه اومده بعد خفه شی. اینطوری نیست که همینجوری بخوای خالی ببندی که بله. به قول معروف میگن تفنگ خالی دو نفر رو میترسونه، چون اون که تو دستش تفنگه میفهمه خالیه، بعد اون که روبرو هدف قرار گرفته میفهمه میگه نکنه پر باشه. خلاصه همچنان چیزی هست. درست گفتی، یه نکته جالبی رو گفتی که اینا رو با منحرم فشار است و
بیشتر از آن که با جمهوری اسلامی هم هدف باشه مسئله پوتین است. تا اونجا که من اطلاع دارم توی هلسینکی هر دو طرف میخوان با دست پر بیان و به همین دلیل به اصطلاح آمریکا متاسفانه یا خوشبختانه دستش اینقدر خالیه که به این خالی بنده به عنوان اعران فشار. اون سخنرانیه آقای روحانی هم تو اونجا که گفت تنگی و هرمز میبندیم، خودش که میدونه از این غلط ها نمیتونه بکنه. اون صحبتی هست که باید اعمار قدرت یا چید قدرت بگه، چون سلیمانی بلا فاصله علی‌رغم تضادهای خونونی که با اینا دارن گفت دستت میبوسم. این اون چیزی که احتیاج پوتین داشت کار که شوخی نکنید. البته وقتی اینه میگه اگر روسا بخوان توی این بازی بیان که حتما توی این بازی میان، اون موقع قطعیت پیدا میکنه، یعنی توانایی و تنگی هرمز بستن رو دارن، نه به اتکا به توانایی خودشون بلکه به اتکا اون مجموعه، چون هر دو طرف میخوان توی معاملات بزرگ صورت خواهد گرفت در هلسینکی، در مورد سوریه، در مورد ایران. معامله این نیست که بفروشن، هیچ کس متحد خودش دیوانه نیست بفروشه، بلکه به اصطلاح به اعتقاد من ماجراجوی جمهوری اسلامی در سوریه تعدیل خواهد شد، امنیت اسرائیل تضمین خواهد شد که از طرف ایران تهدید نشه، و در اینجا نقاط اشتراکشون هست. و روی خود مسئله موجودیت ایران هم شروطی که هست مهمترینش اسرائیل، یعنی تهدیدات علیه موجودیت اسرائیل، چون سوئد هم که رفته بودن اونجا بهشون گفتن اسرائیل باید به رسمیت بشناسه، یعنی خواست کلیدی محوری هم آمریکاست، هم اروپاست و هم روسیه هم هست. اینا در این زمینه اشتراک نظر دارن، گرچه نسبت به حل مسئله فلسطین کاملا اروپا و روسیه در مقابل سیاست جدید آمریکاست که یک جانبه رفته و موفق هم نخواهد شد با توجه به توضیحات. در صورت ما متاسفانه این وضعیت هم اینها به وجود میارن که ما به خاطر خطراتی که احساس میکنیم بخش و حجم قابل توجهی از صحبتامون رو مدت هاست روی دفع خطر، خطر تجزیه طلبی، خطر آنارشیسم و آشوبه. و این رو هم مجددا بگم، میبایست تمام گروه ها روی یک سری محورها به توافق برسن، یعنی در سلطنت طلب، چپ، راست، هر کس، یک موجودیت و بقای مرزهای ایران خدشناپذیره، تو هر اعلامیه میرن، تو هر نشست این پیشرتا باید باشه، نه اینکه بیا صحبت کنیم در مورد موجودیت ایران، هر کس تن به این بده وطن فروشه. پیش شرط این است که تجزیه ناپذیره ایران، ملت ایران تجزیه ناپذیره. این کلمه رو تو هر پاراگرافی که میخوام صحبت کنن، نه اینکه هر کس بیا قوم و قبیله و دسته و ملیت ملت سازی بکنه و به اصطلاح یک چیکار بکنه، موجودیت و انسجام همبستگی تاریخاً شکل گرفته ملت ایران رو برای اهداف پلید گروه خودش زیر آمد سار ببره. بس سکولار این آزادی بیانه، برو تو فرصت آلمان بگو از این صحبت ها بکن، میگیرم میکنن تو هلفتونی، تو امریکا این حرفا رو بزن میکنن تو هلفتونی. آزادی اصلا بیان چیه؟ اساساً تمام این دموکراسی ها، حقوق بشر، همین ها، سازمان ملل این اختیار رو به دولت‌ها داده در چارچوب ملی خودشون چیکار بکنن اینو متحقق کنن، نه اینکه برای تحقق اون بیان آنارشیسم بین‌المللی رو دامن بزنن، همه رو به جون هم بندازن. و هر دولتی هم اینو نقض میکنه به اون دولت فشار میارن و حمایت از اون ملت میکنن در مقابل نقض قوانین و حقوق بشر که توسط اون دولت صورت میگیره، و این کار درست هم هست. وگرنه اگر بخوان برای فشار آوردن به نیروهای مسلح، یعنی با تروریست، به پیشمرگه و اینها دولت ها متوسل بشن، این حق و مشروع رو به طرف مقابل میدن، اونم برای اهداف خودش هرچی هست به تروریسم متوسل بشه. وقتتون تمام. برای هر چیز دیگه. با توجه به
تشکر خانم، الان یه دقیقه من خدمتتون. پس بنابراین تقسیم ناپذیری ایران، تجزیه ناپذیری ملت ایران، سکولاریسم و توسعه دولتی توسعه گرا باید بیاد. 50 سال 40 سال مملکت رو به تباهی رفته، کار عظیمی برای دولت بعدی است. مشکل اصلی مردم هم میبینید که بیکاری است و ناهنجاری های عظیم اجتماعی است. اینها تو دستور کار قرار میگیره و تو این رابطه باید حرکت بشه. هر کس هم میاد بفرما، این ملت و این جامعه احتیاج به این کمک های عظیم رو داره. وگرنه بخوای تو شرایط ضعف هر تیکر یکی تیکر هر تیکر بخوا برداره ببره، این اعتقاد من با تمام وجود باید در مقابل اینا ایستاد. اصلا قدرت جوانان، قدرت جوانان داخل ایران با از بابت اتحاد ملیشون با هم دیگه است، نه از بابت صحبت های یه مشت مزدور خالیبند. جوانان ایران، فرزندان غیور ایران، تمامی شما فرزندان ایران رو به یزدان پاک ایران می سپاریم و ایران یک پارچه و واحد رو به دستان شما جوانان ایران. من از سوی خودم از شما می شما سپاسگزارم. بدرود تا درودی دیگه. موفق باشین. سپاسگزارم از عزیزانی که در صورت کار فنی همکاری ما رو با ما رو پیش بردن برای پخش این برنامه. سپاسگزارم.